اینو دارم به مسئولین میگم. این حرف دل منه به مسئولین جمهوری اسلامی. به سران سقفه. خط فقر الان 10 میلیون تومانه. 10 میلیون تومان. درود بر شما. 3000 صندلی و کرسی مسئولیت حساس از این سه قوه در کشور وجود داره. ما 3000 صندلی مسئولیتی داریم آقای طالبی، 3000 بله که تعیین کنندن. ما 219000 شهید دادیم آقای طالب. 219000 شهید تقسیم بر 3000 صندلی مسئولیتی می شود 73. آقای طالبی عزیزم، ما به ازای هر صندلی 73 شهید دادیم. چه کردیم که امروز خط فقر 10 میلیون تومانه و حقوق کارگر چقدر؟ شما بگید صبر، من میگم چشم. قناعت چشم. ملت من بیشترین صبوری و قناعت رو به اجرا گذاشته. آیا قرار تاوان سیاست گذاری غلط اقتصادی را بیش از این ملت من بده؟ آقا خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، واقعا حرف دل مردم رو میزنی. منم خواستم همین رو بگم. آقا دیگه واقعا خسته شدن از قناعت. دیگه قناعت که شما میگین، دیگه چقدر طرف بچهش بگه نپوش، حالا فعلا کفشت، حالا فعلا این خوبه 3 ساله مثلا داری یه کفش رو میپوشه. یعنی خوبه که این برم گفتین، من خواستم یه کوچولو با تو مخالفت بکنم. و چقدر اون سیستم WC چرچیل راه خوبیه. ببین واقعا بعضی از مسئولین ما هم اگه واقعا نمیتونن به مردم برسن، همون جاشون تو همون WC. آقای دکتر، آقای طالبی، من احترام قائلم، احترام قائلم برای کسانی که تشخیص داده شدن در مصدرها و در مصادر و در کرسی‌ها و صندلی‌ها بنشینن. احترام قائلم، چون احساس میکنم عقلانیتی و تدبیری و برنامه‌ای پشت این بوده. اما نمیپذیرم که ملت من تاوان سیاست‌گذاری غلط اقتصادی رو بپردازه. تا کی؟ آقای طالبی عزیزم، قاعده فهم و شعور این است که راه پله رو از پایین به بالا نشوریم، از بالا به پایین بشوریم. بله، مبارزه با فساد همینه. مبارزه با فساد یعنی راه پله رو از بالا به پایین بشور. مگه غیر از اینه؟ نه.